خب نامه بسیار مؤثر آقای کروبی رو حتما مطلع هستید و امروز هم آقای کروبی گفتن که خواستار نشست سران سه قوه کشور شدند برای بررسی مستنداتی که در مورد شکنجه دارند. قبلا هم آقای اکبر علمی نماینده سابق تبریز اعلام کرده بودند که بسیاری از افرادی که به اونها تجاوز شده حاضرن بیان در مجلس صحبت کنند. با این حال فکر میکنید با ارائه مستندات آقای کروبی حاکمیت حاضر خواهد شد که این به گفته شما شکنجه سیستماتیک رو پایان بده؟ من گمان میکنم بله، ممکنه که در 3-4 روز این اتفاق نیفته، ولی یقینا اگر که ادامه پیدا کنه و این حرکت آقای کروبی داره گسترده تر میشه از اونچه که روز اول بود و ما از درون سیستم داریم سخنگویانی پیدا میکنیم که این سخنگویان بحث های حقوق بشری رو به صورت به زبان خودشون دارن مطرح میکنن در ایران و 30 سال پیش اینها نبودن و چون نبودن ما توفیق زیادی پیدا نکردیم، ولی از این به بعد یقینا این توفیق به دست میاد، مخصوصا که همونطور که میدونین به هر حال یک مرجع جزایی هم در دنیا و در حقوق بین الملل اضافه شده به مراجع دنیا باید. و اون هم دادگاه جزایی لاهست، هرچند که در حال حاضر هنوز این امکانات و اطلاعاتی که از ایران میرسه کافی نیست برای اینکه بحث سیستماتیک بودن و برنامه ریزی شده بودن این ماجرا رو به اونها گزارش باید. کرد، ولی ابتدای کار و به نظر من این اتفاق ممکنه بیفته. کسانی که درون ایران دارن زندگی میکنن مجبور هستن که با همه اون امکانات و فرصتهایی که درون کشور هست از خودشون ظلم زدائی بکنن و اون وسائلی و ابزاری که اجالتاً در اختیار ایرانیان درون کشور هست همین نامه پزشکانه، نظراتی مثل نظرات آیت الله صانعی است، نظراتی مانند نظرات آیت الله منتظری است و البته نظراتی مانند آیت الله مصباح یزدی هم مزاحم اونهاست برای این حق خواهی و حق طلبی. ولی در حال حاضر ما با یه حکومت دینی مواجه هستیم که درون این حکومت دینی یک نظریه فقهی اجرا میشه که این نظریه فقهی هیچ گونه موافقتی با حق انسان نداره به صورت یک انسان آزاد و میگه فقط در صورتی که وفادار باشه به من بدون چون و چرا اون وقت اون انسان مکتبیه و من ازش حمایت میکنم. یک دست فقیه هم هست در خارج از این سیستم که اغلب اینها مقامی هم ندارن، اینها هم دارن از زاویه دیگری اسلام رو تعریف میکنن. بله. مردم درون ایران مجبورن که با این تعریف از حقوق خودشون دفاع بکنن، خارج از کشورم البته حق دارن که بر پایه ضوابط جهانی حقوق بشر از حقوق خودشون دفاع بکنن. ما شاهد خواهیم بود، شاهد تصفیه های خواهیم بود در نیروی انتظامی، شاید در نهادهای امنیتی زیر نظر سپاه پاسداران و در حال حاضرم کسی که اومده رئیس قوه قضاییه شده حرفای خیلی زیبایی زده و من خب چون یکمی شناخت دارم به مشکلات ایشون، اجرایی کردن این حرفا سخته، مخصوصا که رئیس پلیس کشور سردار جعفری چند روز پیش آمده و میگه که تلویحا گفته که آیت الله شارودی نگذاشته حدود در ایران اجرا بشه و اگر گذاشته بود ما اینقدر دزد و کلاهبردار در کشور نداشتیم. خب وقتی که پلیس در یک کشوری به خودش اجازه میده که برای قوه قضاییه خط مشی درست بکنه و اون اقتدار رو داره و اون دست باز رو داره و اون اجازه رو داره، حالا من نمیدونم از کی، لابد از مقام رهبری، برای اینکه اگر اینها زیر مجموعه مقام رهبری هستن در اصل 110 قانون اساسی، وقتی پلیس در یک کشوری اجازه به خودش میده و حق به خودش میده و آزادی داره که رئیس قوه قضاییه رو نقد بکنه به خاطر اینکه خیلی دست و پا نبریده، خیلی انگشت نبریده، خب در این حالت معلومه که رئیس قوه قضاییه هر کس باشه گرفتاری هایی داره. اما اگر فشارهای مردم
که به این صورت گسترده داریم مشاهده میکنیم افزایش پیدا کنه و حقوقدانان همچنان فعال بمونن و مراجع حقوق بشر خارج از کشور به صورت جامعه بین المللی فشارشو اضافه کنه، در این صورت به عقیده من خیلی چیزا در ایران تغییر میکنه. اگه ممکن است به اینم کوتاه پاسخ بفرمایید که من یادم 10 سال پیش وقتی که آقای هاشمی شاهرودی پست قوه قضاییه رو بر عهده گرفتند، قول دادن که از جمله شکنجه که نگفتن ایشون، ولی آزارها یا استفاده از زور در اعترافگیری پایان داده بشه در سیستم. منظورم اختلاف در گفتار و کردار هست یا فاصله بین این دو هست طبق تجربه؟ فکر میکنید که آیا آقای صادق لاریجانی میتونند عملی کنند گفتارشون رو؟ من در این شرایط تصور نمی کنم، ولی فکر می کنم آقای لاریجانی یه شانسی دارن که شاید آقای شاهرودی نداشتن. شانسشون اینه که در حال حاضر حاکمیت ایران به لحاظ نقض وسیع و گسترده حقوق مردم و نادیده گرفتن همین قوانین داخلی ایران زیر فشار هم درون کشور و هم خارج از کشور. بنابراین ایشون احتمالاً اگر بخواد و شخصیت کارآمدی باشه میتونه از وضع موجود استفاده بکنه و کسی رو که ایشون رو منصوب کرده متقاعد بکنه که آقا اون چه میگذره برخلاف مصلحت نظامه، حالا ما از زبون خودشون صحبت میکنیم، برخلاف اون مصلحتیه که ممکنه که باعث بشه شما در صحنه سیاست ایران بمونین یا نمونین، یعنی به موجودیت خودتون ارتباط پیدا میکنه. بر این پایه این گروه های فشار و گروه های مرتبط با کانون های قدرت که اومدن قوه قضاییه رو در انحصار خودشون گرفتن، شاید بشود اینا رو یه مقداری تضعیف کرد. بله. ولی در خیلی کوتاه مدت بعید، کار آقای لاریجانی سخته، باید ایشون توجه بکنه سخنانی در بحرانی ترین دوران جمهوری اسلامی چند روز پیش بر زبان جاری کرده که مردم میخواهند که اجرا بکنه. بله. وگرنه دلیلی نداشته که ایشون این ادعاها رو بکنه برای آینده حرفی و کار خود. من فقط این پیامو دارم که مردم ایران تنها نیستند، مثل گذشته و جامعه جهانی متوجه گرفتاری هاشون هست و هرچه اونها بیشتر اطلاع رسانی کنند با استفاده از امکانات ارتباطی کنونی زودتر میرسند به نتیجه‌ای که دلخواهشون هست و منع و رفع ظلم از طرف حاکمان و کسانی است که با اونها کار میکنند. در هر حال ما باید دیگه نپذیریم که اینها گروه خودسری هستند و باید توبه کنیم از اون چه که قبلا گفتیم درباره گروه های خودسر. اینها خودسر نیستند. متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید.